سلام در مواقع که عرضه بنزین سوپر توی جایگاه های سوخت کمتر میشه بازار استفاده از مکمل های بنزین به خصوص اوچتان بوستر ها داختر میشه سوالی که پیش میاد اینه که آیا استفاده از این مکمل های اوچتان بوستر برای ماشینمون مفیده یا نه ما فقط داریم پولمون رو هدر میدیم من میخوام این مسئله رو یکم باسترش کنم و دقیقتر تر کنم پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید تون جواب سوالتون رو میگیرید حتما شما هم تا حدودی با عدد اکتان بنزین اطلاعاتی رو دارید ببینید عدد اکتان حالا سوخت از این جهت برای خودرومون مهمه که اگه حالا این عدد از اون مقدار توصیه شده کارکنه سازنده خودرو کمتر باشه باعث میشه یک سری مشاد توی خودرومون حالا به وجود بیاد که من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد ما برای درک بهتر این مسئله نیاز داریم که یک سری موارد رو بدونیم که حالا باعث میشه که تصمیم درستی رو در رابطه با استفاده از اوکتان ها داشته باشیم یکی از این موارد نسبت تراکمه 99 درصد پیشرانه هایی که ما باشون سر و کار داریم از نوع موتورهای های چهار هستند این موتورها شامل چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه هستند ببینید وقتی که مخلوط بنزین و هوا توسط پیستون ها به داخل سیلن رو محوظه احتراق مکیده میشن تا حد مشخصی اینا متراکم میشن و میزان متراکم شدن این مخلوط با عددی به نام نسبت تراکم مشخص میشه و هر سه قدرم این نسبت تراکم بیشتر باشه راندمان و موتور هم بیشتره اما خب نسبت تراکم هم محدودت های داره که از اون حد مشخصش نمیشه بالاتر برد چون باعث احتراق زود است یا همون پدیده ناش میشه و البته هر چقدر این نسبت بالاتر بره موتور با بنزین با اشتان بیشتر نیازمنده که اینا محدودت های هستن که نسبت تراکم بالا داره مورد بعدی احتراق زودرسه ببینید زمانی که مخلوط سوخت هوا که ماده با حالا قابلیت اشتعال بالاست زودتر از رسیدن پیستونا به نقطه مرج بالا و زده شدن زرفک توسط شمها منفجر بشه باعث کوبش یا ناک توی موتور میشه که این مسئله برای موتور بسیار مزرده و حالا اگه بخوام ساده تر بگم پیستون سعی داره که بالا بیاد ولی در اثر انفجار زود هنگام یه ضربه رو وارد میکنه و همین عامل باعث میشه که پدیده ناک به وجود بیاد و تو این صورت دما توی محفظه احتراق به شدت بالا میره و به پا فشار وارد میشه و حالا احتمال زوب شدن، شکستن و سوراخ شدن پیستون ها هم وجود داره در نتیجه هر چقدر نسبت تراکم بالاتر بره احتمال بروز پدیده ناک هم بیشتره ولی خب از طرفی هم یکی از راه های افزایش قدرت و بازه موتور خودروها بالا بردن همین نسبت تراکمه برای جلوگیری از این مشکل ما باید توان مقابل سوخت در برابر خودسوزی رو افزایش بدیم یعنی ما نذاریم که سوخت زودتر مشتعل بشه هر سگ سوخت عدد اشتان پایینتری داشته باشه مقاومتش در برابر سوختن هم کمه و زودتر مشتعل میشه پس ما باید این عدد رو بالاتر ببریم تا دیرتر مشتعل بشه عدد اشتام مشخص میکنه که سوخت تا چند اندازه توانایی متراشم شدن قبل از احتراق خود به خودی رو داره اگه بنزینی عدد اشتان بالایی داشته باشه بنزین بسیار خوبی از نظر مقاومت در برابر خودسوزی محسوب میشه که عدد اشتان سوخت تو خودروهایی که مجهز به توربو و سوپرشارژ هستند دلیل تراکم هوای ورودی و دمای بالاترش اهمیت زیادتری داره یکی دیگه از این موارد تغییر شرایط محیطی بر عدد اشتانه ببینید تغییر شرایط محیطی هم باعث بالا و پایین رفتن عدد اشتان سوخت میشه که یکی از این موارد ارتفاع سطح دریاست یعنی اگه تو خودروی بنزینی بر فرض مثال با اشتان 82 رشد داره در سطح دریا ببریم این رو حالا به ارتفاع هزار متر بیشتر از سطح دریا میبینیم که موتور این خود رو در ارتفاع بالاتر دیرتر دو سال ناشت زدن میشه که حالا تخمینی که زده شده تا ارتفاع 1800 متری تا دونیم درصد به عدد اوشتان سوخت هم اضافه میشه رطوبت و دمای هوای محیط هم یکی از اون عوامل موثر بر عدد اوشتان سوخته که حالا توی فصل زمستون اکتان کمتری نسبت به فصل تابستون نیازمنده و این نشون میده که بنزین توی فصل زمستون کمتر دچار خودسوزی میشه نسبت به تابستون اما خودروساز اومدن از یه سنسوری به اسم سنسور ناچ توی این خودروها در واقع استفاده کردن که این میاد تا حدودی مشکل ناچ زدن رو برطرف میکنه و با ریتار کردن زمان زرک زنی در واقع مشکل ناچ رو برطرف میکنه ولی خب این نمیتونه تمام مشکلات در واقع کمبود عدد داشتن بنزین رو در واقع حل کنه که حالا اومدن روی باک یه سری از این خودروها عدد داشتن مناسبش رو در واقع نوشتن که باید از اون عدد داشتن در واقع استفاده بشه اما در مورد بحث اصلی این ویدیو که آیا استفاده از داشتن بوسرها برای ماشینمون مفیده یا نه فقط ما داریم پولمون رو هدر میدیم ببینید با توجه به مواردی که گفته شد خودروهایی که دارای نسبت تراکم پایین هستند هیچ نیازی به استفاده از مکمل های بنزین ندارن و همین بنزین معمولی در واقع چفایت میکنه ولی در مورد خودروهایی که نسبت تراکم بالاتر دارند حتما باید از مکمل مناسب استفاده بشه اگه از بنزین مناسبی شما استفاده نمیکنه اگه حالا از بنزین سوپر استفاده میکنید هیچ مشکلی به وجود نمیاد ولی اگه استفاده نمیکنید از این بنزین های سوپر حتما باید از مکملی که حالا مناسبه و تقلبی نیست استفاده بشه تو خود هم که مجهز به توربو و سوپر شارجر هستن اینا هم حساسیت بیشتری به عدد سوخت دارن و حتی باید از مکمل استفاده بشه که حالا اگه بخوام مثال بزنم خودروهای خارجی اکثرشون نیاز دارن که سوختشون عدد داشتن بالایی داشته باشه و حتی باید از مکمل استفاده کنن و در مورد خودروهای داخلی هم اونهایی که حالا دلیدن تولید میشن اینا نیازمند حالا سوختی هستن که عدد آشتان بالای داشته باشه ولی خب در مورد خودهای قدیم که تر نسبت تراکم کمتری دارن اینها نیاز ندارن که از حالا بنزین سوپر یا مکمل ها استفاده کنن و همین بنزین معمولی براشون کفایت میکنه ممنون از توجهتون فعلا تا بعد